یونان چرا به این سرنوشت دچار شد؟ سیاست ریاضت اقتصادی چه هست و چرا مردم یونان علیه سیاست ریاضت اقتصادی و پروژه اتحادیه اروپا و بانک‌های اروپایی نگفتند؟ بحرانی که با سونامی بیکاری و بدهکاری عظیم بر یونان تحمیل شده، کشوری که کهن با توانایی‌های بسیار، با 60% آرا خواهان مقابله با سیاست اتحادیه اروپا و نه به ریاضت اقتصادی است. امروز با پروین اشرفی از فعالین چپ که درباره بحران یونان تحقیقاتی رو صورت داده گفتگو میکنم. سلام پروین جان. سلام عزیزم، مرسی از متشکرم از دعوت شما برای این گفتگو و امیدوارم که بتونم یه سری از مسائل رو که به حال ترک کردین و سوال کردی بتونم جواب بدم. این به طور واقعی چرا یونان واقعا به این سرنوشت دچار شد؟ من فکر میکنم که یونان رو نمیتونیم از جاهای دیگه جدا کنیم. در درجه اول مشکل یونان مخصوص خود یونان فقط نیستش، یه مشکلی هستش که گلوباله در واقع. یعنی یه مشکلی هستش که ناشی از نظریه که سرمایه‌داران به منافع خودشون دارن و اونو مقدم بر منافع برها نیروهای کار و زحمت در جامعه قرار میدن. این مقدم کردن به هر حال ما به ازای عملی داره تو جامعه و خودشون نشون میده، در تمام اقشار جامعه نشون میده، به خصوص تاثیرش بر به اصطلاح نیروهای کار و زحمت هستش. و تا جایی پیش میره که مثلا فرض کنیم میدونیم یونان رو به یک کلونی بدهی تبدیل کردن و جایی که به اصطلاح بیکاری 25% رشد پیدا کرد بر اساس سیاست‌های نئولیبرالی که به کار بردن و بیکاری جوانان حتی 2 برابره 50%، تولید خالص داخلی 25% سقوط کرد، در واقع کاهش پیدا کرد و همه اینا که دست به دست هم دادن در واقع یک قفس آهنین رو برای یونان ایجاد کردن، همون قفس آهنینی که نئولیبرالیسم دنبالش هست. در واقع اون قفس آهنین یک خفگی و فشاری رو برای یونان ایجاد کرد، برای مردم یونان ایجاد کرد تا بتونه اون منافعی رو که اول صحبت کردم بتونه تامین بکنه. خب در مقابل یه همچین فشار و خفقانی که وجود داره، فشار اقتصادی که وجود داره، به هر حال مردم مقاومت نشون میدن و یهویی اینجوری نبود که یونان یه روزه به اینجا رسید، یعنی حرکت کرد. ما میدونیم که در طول چند سال اخیر، مثلا از سال 2008 به بعد، 34 اعتصاب عمومی در یونان صورت گرفت، 4 دولت رو به زیر کشیدن در واقع با مبارزاتشون و بالاخره توی 25 ژانویه 2015 یک دولتی سر برآورد که دولت چپگرا هستش، دولتی بوده که از فعالین سیاسی اجتماعی اون مملکت که جاپاشون تو تمام به اصطلاح فعالیت‌های اجتماعی، اعتصابات، همه جا می‌دیدیم سر برآورد. این دولت با یک پلتفرم خاصی اومد سر کار و پلتفرم اصلیش در واقع مبارزه و یا مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی در چارچوب مسائل ریاضت کشی بوده و تفاهم‌نامه‌ای که قبلا حکومت‌های قبلی امضا کرده بودن و بر اساس اون پیش می‌رفتن. خواست عمومی مردم مقابله با ریاضت کشی بوده و دولت سیریزا که سر برآورد به درستی و به خوبی انگوش رو جایی گذاشت که بتونه بازتاب عمومی داشته باشه، وسیع‌ترین اقشار جامعه رو بتونه با خودش داشته باشه و پشت خودش بیاره. منتها واقعیت اینه که هر چیزی که سر بیرون میاره خوبه ممکنه همیشه همونجا نمونه و امروز به هر حال یک روندی پیش رفت در یونان که حالا میتونیم صحبتش رو بکنیم که شرایط اوضاع یونان رو
شاید بتونم بگم به یه نوعی فاجعه روبرو کرده. علتش هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، من اینو با تحقیقاتی که در مورد یونان کردم قشنگ دیدم که از همون روز اولی که دولت چپگرای یونان به قدرت رسید با دو فشار عمومی در واقع روبرو شد. یکی فشار داخلی بود که بانکدارا و سرمایه‌دارا می آوردن و از طریق احزاب راستگران، ناسیونالیست، احزاب فاشیستی، حتی به اصطلاح اسامیشون هم حالا میشه ردیف کرد، و از طرف اونا فشار می آوردن و سرمایه ها رو فوری خارج کردن از مملکت که بتونن به سطوح بیارن، به زانو در بیارن. و یه فشار دیگه در واقع از خارج بوده و اون فشار از طرف نهادهای سگانه که به ترویکا معروفه، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و اتحادیه اروپا، که این فشار در واقع میخواست بگه آنچنان ما به یونان فشار میاریم که یونان سرمشقی نباشه برای جوامع دیگه به اصطلاح جنوب مدیترانه، به خصوص که ریاضت کشی بدترین فشارها رو اونجا آورده بود، سرمشق نباشه و که مثلا یونان، مثلا اسپانیا و پرتغال اینا درس نگیرن، فکر نکنن که خیلی خوب یک همچین آلترناتیوایی هم میتونه وجود داشته باشه، چون اینا همیشه اون سیاست تینا رو به قول معروف که میگن there is no alternative، هیچ آلترناتیو وجود نداره رو تبلیغ میکردن، ولی مونده بودن که داره یه اتفاقای دیگه میفته، باید جلوش رو شدیداً بگیرن، حالا چه به کمک ارتجاع داخلی، سیاست سرمایه‌دارای داخلی، و چه به کمک فشاری که انگوش گذاشتن رو مسئله بدهی ها. حالا اگه اجازه بدین در مورد بدهی هم یه کوتاه صحبت بکنیم. بگی، چون من خواستم بیشتر اینو بگم که چون به طور واقعی آن چیزی که اتفاق افتاد یک دفعه مسئله خود مثلا بدهی ها از روز از 2008 تا 2012، بعد یک دفعه با 2015 ما با یک جهش بسیار بزرگ در بدهی ها مواجهیم، و خصوصا وام هایی که پرداخت شده به یونان اساسا بازگشت کرده به خود بانک ها، یعنی در واقع چیزی از وام هایی که به ظاهرا باید به یونان پرداخت میشد به مردم پرداخت نشده، و حتی تنها کاری که کرده که حقوق کارمنده ها رو مثلا بده. البته نه، حقوق کارمنده ها رو هم همچنان نداده. واقعیت این هستش که سیاست وام دادن یه سیاست ورشکست است. این سیاست به خاطر این هستش که بتونه اعمال قدرت بکنه، اعمال کنترل بکنه. به خاطر همین هم هست این سیاست جدیدی نیستش که فقط به یونان وام دادن. ما سابقه شما مثلا تو اندونزی میبینیم که 1998 آنچنان اندونزی رو، سیستم بانکیش رو مختل کردن، به زانو در آوردن که زندگی مردم رو به فلجی رفت، و منتها خب با شورش مردم روبرو شد و کشتار عظیمی از مردمی که تو خیابونا اومد بودن کردن. ندانه بعد از اینکه به اون موقعی که بحران، بله بحران آسیا، شرق آسیا در واقع داشت زندگی مردم فلج میکرد تو اون دوران مزو، یا مثلا آرژانتین فرض کنیم، یعنی یه تجربه شکست خورده بوده که در یونان هم رخ داده. وامی رو که به یونان دادن به اصطلاح با یه نرخ 3% تا اونجا که من به خاطر دارم 3.6% دادن، در حالی که هزینه‌ای که برای وام دادن به اصطلاح میکنن زیر 1% بود. این هزینه 1%، حالا فرض کنیم 1% هزینه میکنن، 3.6% بهره میگیرن، و از این بهره ای که مثلا فرض کنیم صندوق بین‌المللی پول از بدهی های یونان در عرض 4 سال، مثلا از 2010 تا 2014 فرض کنیم حساب کردن، 4 خورده میلیارد دلار بهره پس گرفتن. کل بهره‌ای که صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی که بهشون وام داده جمع کرده بیشتر از 8 میلیارد یورو است. فقط بهره رو دارم صحبت میکنم، و این بهره پس گرفتن 19 میلیارد دلار به ذخیره صندوق بین‌المللی پول اضافه کرده. یعنی این بهره که از شما میگیره هستش که به کشور دیگه میده، به عنوان وام میده، دوباره اون بهره رو برمی‌داره به یک کشور دیگه میده. یعنی اون پای
ذخیره اصلی پول خودش سر جاش میمونه و ذخیره ما ذخیره به اصطلاح مالی هم میکنه اینجوری. و خب به هر حال بدون وقتی که بهره میخواد بگیره، وقتی که وام میده میگه خیلی خب حالا من تعیین کننده هستم، کنترل میکنم سیاستاتو، من تعیین میکنم که تحت چه شرایطی این وامو به من پس بدین، من تعیین میکنم که تقسیم بند اقساطش رو برای شما تعیین میکنم. و نه تنها این، امروز در یونان میگن که ما تعیین میکنیم که تو این پول رو میخوای پس بده به ما از کجا بیارش. بعد اون وقت میگه رفرم هایی رو که میخوای بکنی که این پول رو راه بندازی، برها بحث سیاست بودجه ای هستش، یه اصطلاحی هست میگن بالانس باجت، یعنی میخوام بالانس بکنم باجت بودجهشون رو به اصطلاح به یونان تحمیل میکنن که تو باید تا سال 2018 سه و خورده ای درصد مازاد داشته باشی تو بودجت. خب این مازاد رو که از جیب سرمایه‌دارا نمیتونن بیارن، برای اینکه این بالانس رو به وجود بیارن مجبور میشن از خدمات اجتماعی بزنن، کاهش دستمزدها، خدمات اجتماعی رو بزنن. یعنی هر مفهر جایی رو که پای زندگی مردم در میون هستش که میتونه برای اونا رفاه آسایش به وجود بیاره، یا حتی همین حقوق کارمندان خدمات دولتی رو همه رو بزنه که بتونه اون 3% بودجه رو مازاد رو در واقع تامین بکنه. یعنی از حقوق مردم میگیره که این بودجه رو تامین بکنه. خب وقتی که این تا این حد میام کنترل میکنن، تامین میکنن چقدر بیا پایین حقوق بازنشستگی رو، و در واقع حتی تعیین میکنن که شما باید در مورد به اصطلاح چانه زنی های کاری فارسی شو بگم، یعنی صحبت روی دستمزد و با شما دیگه نمیتونید با قراردادهای اجتماعی چانه زنی های دست جمعی، قراردادهای دست جمعی که میرین چانه میزنین، اتحادیه ها میرن چونه میزنن که چیکار بکنن، دستمزدها رو چند درصد ببرن بالا به نسبت به اصطلاح هزینه های عمومی، سطح مایحتاج عمومی قیمتاش بالا رفته دیگه، این رو از اختیار اتحادیه ها میخوان خارج بکنن و بدنش در درون خود صنایع. وقتی میبری درون خود صنایع، در واقع پای کارفرما در میونه اونجا، ولی یه پای این چونه زنی در واقع که حرف تعیین کننده میتونه بزنه میشه کارفرما اونجا. اسمش هم میذارم مدرنیزه کردن به اصطلاح چانه زنی، بارگینینگ، مدرنایزینگ بارگینینگ. و از اینجا هم فشار میارن به اصطلاح، در حالی که قرار نبوده که یونان، یعنی دولت سریزا به یه دولت شبه ریاضت کشی تبدیل بشه. مردم با امیدهای دیگه اومدن بیرون، به هر حال رأی دادن، و با در نظر گرفتن این که به هر حال تا یه دوره خود دولت سریزا وقتی که فشار از طرف نهادهای سگانه دید، به رأی عمومی مردم گذاشت، همه پرسی رو به درستی به نظر من به راه انداخت اونجا که بگه که مردم این سیاست رو نمیخوان، مردم این بسته نجات مالی رو نمیخوان. واقعیت اینه که شما برای اینکه نجات بدی یک کسی رو نمیری بدهکارترش بکنی، که باید بار بدهیش رو کم بکنی، ولی در واقع اینجوری نبود، حاضر نبودن یک ذره بدهی یونان کم بکنن و بگن خیلی خب حالا شما اگه از نظر اقتصادی ضعیف هستی، اگر بودجه چیزی داری صرف هزینه رفاه اجتماعی بکن. معلومه این انسان نمیشه. همه از دیکتاتوری در واقع بانک ها، دیکتاتوری در واقع تراست ها و اساسا دیکتاتوری پول در یونان و اروپا صحبت میکنن. همه صحبت میکنن که اگر در گذشته یونان با گذشته‌های نظامی در واقع حق رأی عمومی و حق دموکراتیک که مردم برای انتخاب رو زیر میگرفت، امروز دیکتاتوری سرمایه است که با زور و استبداد پولیش و خصوصا با نقش واحد پولی اروپا این سیاست تحمیلی رو بر مردم یونان و تحقیر دولت و مردم رو در یک زمان چه پیش برد، سیاستی که به قول شما با کاهش دستمزد هاست، با افزایش سودآوری سرمایه است، با تغییر در واقع جایگاه سرمایه اروپایی و آلمانی توی نقشی که داره بازی میکنه. الان بحث های بسیار زیادی توی بخش های مختلف چپ هست، چپ اروپایی یا آمریکایی چطور به این به قول معروف
من فکر تصویر نگاه میکنه. دقیقا سوال به جایی هستش. من فکر میکنم که از چپ اروپایی به خصوص به خاطر اینکه برای یونان تو اروپا هست، بحث اتحادیه اروپا هستش و اینا، از چپ اروپایی باید انتظار بیشتری می داشتیم. یعنی من حداقل انتظار من این بود. متاسفانه چپ اروپا در مجموع یک از یه طرف به خاطر ترس از برچسب ناسیونالیسم و پوپولیسم در واقع به خاطر ترس از این یه مقداری تردید کرد از این که نه اینکه از یونان دفاع نکرد، دفاع کرد، ولی اونجایی که بحث استراتژی و تاکتیک پیش میاد که حالا یونان چیکار بکنه و چپ اروپا در واقع باید در مجموع این کمک رو بکنه و پشتش وایسه، وانستاد به نظر من. به این دلیل که چپ اروپا هنوز به اتحادیه اروپا نظر داره. چپ اروپا باید از خودش سوال کنه که این اتحادیه اروپا یعنی چی؟ آیا این اتحادیه اروپا منافع کیا را تامین میکنه؟ فقط متحد شدن نیست که شما یه اروپای واحد به وجود بیاری. سیاستی رو که اونجا عمل میکنه، این سیاست آیا اعضای این اتحادیه اروپا رو در به اصطلاح منافعشون رو تامین میکنه یا نه؟ متاسفانه اتحادیه اروپا تبدیل شده به اصطلاح یه ابزار هژمونیک به خصوص آلمان تبدیل شده و از این نظر هستش که چپ اروپا به خصوص چپ آلمان به نظر من موظف بود از همون اول در مقابل اتحادیه اروپا وای میستاد و میگفت این اتحادیه اروپا داره این بلاها رو روی کشورهایی که عضوش هستن میاره. ولی بحث به صورت خروج از اتحادیه اروپا، خروج از حوزه یورو، این بحث ها پیش اومد و امروز البته یه مقداری به خودشون اومدن، یه مقداری دارن یه سری بحث های دیگه میکنن. حزب چپ آلمان مثلا دوگوگیزی و خود رهبران حزب، من یادم توی پارلمان آلمان شدیداً علیه همین سیاست هژمونیک که بانک‌های آلمانی و سیاست ریاضت اقتصادی و خود سیاست وامدهی وایستادن. یعنی اونجا قشنگ افشا کردن و گفتن این دقیقاً همون سیاستیه که عکس العمل اروپایی رو برمی‌انگیزه که چرا در واقع باز هژمونی آلمانی اگر نه در نگاه نازیسم در نگاه دیگری میخواد خودش رو سازمان بده. در این حال ما شاهد تظاهرات‌های اعتراضی و همبستگی با مردم یونان در مجموع توی اروپا بودیم. من یادم توی بلژیک تظاهرات که بود میگفتن که ما اروپایی اینجوری نمیخواستیم که تراست ها باشن، ما اروپایی میخواستیم که مرزها برداشته بشه، که همبستگی بر پایه معیارهای انسانی، اینکه انسان محور باشه رو میخواستیم، نه اینکه بانک محور. ولی عملا نشد. چون عملا نشد در مورد مشخص یونان اینا باید از همون اول بعدن البته وایستادن. من بحثای اون که تو دولت همین دیلینکه به اصطلاح که تو دولت آلمان هم هست، من اون بحثا رو اتفاقا گوش کردم، بحثای خوبی هم کردن، ولی از اولش موقعی که به یونان این همه فشار می آوردن که ما کنترل میکنیم که چیکار بکنی و در واقع وقتی یونان دنبال اتخاذ تاکتیک بود که بخواد بره یه استراتژی رو هم پایگذاری بکنه که بازتابش منافع مردم رو بتونه تامین بکنه، حق این بود که چپ اروپا پشتش همون موقع وای میستاد. یعنی اگر بحث خروج از اتحادیه اروپا تر هستش، چپ اروپا باید یک دست همون موقع میگفت آره، برای اینکه این اتحادیه اروپا منافع زحمتکشا و کارگرها رو تامین نمیکنه. مشتی از الیت های به اصطلاح اقتصادی دزد به نظر من اینا هستن که دارن میبرن این وسط. با در نظر گرفتن این که حتی اگه ما میگیم حوزه یورو، یعنی گروپ یورو حتی میگیم، کدوم گروپ؟ مردم که نیستن اینجا که. این گروه ها کیا هستن؟ اینا نماینده های دولت های نئولیبرالی هستن که اونجا اتخاذ تاکتیک میکنن، سیاست میکنن، به این کشور وام بدیم، اینجوری پس بگیریم، اونجوری بکنیم، این کار بکنیم، همه رو اونجا تعیین میکنن با رهبری آلمان. در مجموع اگه شما در اول صحبتاتون گفتید که در مجموع یک بحران معطوف فقط به یونان نیست، این یک بحران جهانی که از 2008 شروع شده و در واقع بسته اقتصادی که برای نجات سرمایه در واقع هست بسته نئولیبراله، بسته که بر پایه خصوص سازی ها
کاهش خدمات اجتماعی، کاهش حقوق بازنشسته ها، کاهش بسیاری از منافع اجتماعی که مردم اروپا و آمریکا و مردم جهان براش جنگیدن و سرمایه را عقب رونده بودن هست. در مجموع این بسته اگر یک بسته مشترک هست و مثلا ما با اسپانیا هم مواجهیم که حزب های جدیدی به وجود میان که به قول شما چپ اروپا مقابله نکرد، یعنی اگه چپ رو یا مثلا حتی حزب کمونیست یونان، در واقع اینا خیلی بسیار منفعلتر عمل کردن. ما با جنبش های جدیدی مواجهیم که سیرزا یکی ازشونه، جنبش هایی که بر پایه مطالبات اجتماعی، مطالبات عمومی، جوانان، گروه های سبز، گروه های چپ آنارشیست، گروه های مختلفی که از رنگارنگی متنوعی برخوردارن اومدن میگن که نه، سرمایه محور نمیخوایم باشه، بانک محور نباید باشه، اگر مردم محوره سیاست ریاضت اقتصادی سیاست مناسبی برای مقابل بحران نیست. افزایش سوداوری و به اصطلاح تا حدی رشد اقتصادی به معنای تأمین منافع عمومی نیست. راه دیگه ای آیا به نظرتون هست؟ برای یونان یا به طور کلی؟ به طور کلی یونان، اسپانیا، ایرلند، پرتغال، چون الان همه راه های مثلا بحث های متعددی هست توی چپ ها که مثلا بعضی ها میگن که یونان خوبه خارج بشه از واحد اروپا، واحد پولی، استقلال نسبی پیدا بکنه، بتونه خودش به گونه ای با مسائل خودش کوتاه بیاد، قرضها رو نباید بپردازه، همونطور که دولت آلمان موقع جنگ حتی این یونانی ها بیشتر از همین مقدار 300 خورده میلیارد دلار به آلمانی ها رو بخشیدن. میگه خب اگر این بسته هست، اگر مسئله انتخاب و گزینشی نیست، کمک خوبه، کمک برابر باشه. درست. من فکر میکنم که خب البته بحثای زیادی هم که خودتون گفتیم بحثای زیادی هستش. یه بحث اینه که یونان اعلام ورشکستگی بکنه به اصطلاح و نده، اصلا بدهی ها رو پس نده، چون بدهی ها برها از حلقون مردم باید در بیاد بره به صندوق بین‌المللی پول فرض کنه یا بانک مرکزی اروپا. باید در نظر گرفتن این که از این وام هایی که گرفته شده شاید فقط 10% به دولت یونان داده شد، بقیه تمام این وام ها به بانک های آلمانی، فرانسوی، به اینا داده شد، یعنی به کسایی داده شد که بلا فاصله بعد از اینکه نجات پیدا کردن تمام سرمایهشون رو خارج کردن از یونان. یعنی تمام این وام ها در واقع به نوعی خارج شد از یونان و تبدیل کرد وامی رو که به سرمایه دارای به خصوصی در واقع داده شده بود، اینو تبدیلش کرد به یه موزل دولتی که امروز دولت یونان مجبور پسش بده، اون وقت تحت به اصطلاح ترمای اونا شرایط اونا پسش بده، حتی نه خودش تعیین میکنه بر اساس شرایط اقتصادی جامعه خودش. بنابراین یه بحث این هستش که در واقع نده، لغو کنه، و وقتی که لغو کنید شما وامو، اون پولی که اگر قرار بوده که یه ماهشو ندادن اگه به خاطر داشته باشید قرار پس بده، اونو برداره صرف هزینه های اجتماعی بکنه، در داخل خرج بکنه که سطح ارتقای به اصطلاح زندگی مردم پیش بیاد، رشد اقتصادی به وجود بیاره و کمک بکنه به زندگی مردم در واقع. یکی این جریانه، یکی دیگه این که در کنار این اون وقت یه آپشن خروج از به اصطلاح یوروزون، اتحادیه پولی اروپا در واقع، نه ایو منظورم نیست، اتحادیه اروپا نه، بلکه اتحادیه پولی اروپا از یورو در بیاد، که خیلی هم سرصدا کردن البته سر این مسئله که ترسوندن مردم رو در رابطه با این مسئله که اگه شما از یورو در بیاین به این معنیه که از اتحادیه اروپا در بیاین، در حالی که اینجوری نیستش. انگلیس توی اتحادیه اروپا هست ولی پول خودش رو داره، هیچ ضرورتی نداره حتما یورو داشته باشه، بنابراین زورشون به کشورهای بزرگ نمیرسه، به کوچکتر میرسه و وحشت انداختن تو دل مردم که اگه شما برگردید به دراخما به اصطلاح شما اقتصادتون ورشکسته تر میشه، زمین بخوره و فلان. ولی واقعیت اینه که یونان باید دست بذاره روی سری چیزا، یه سری مثلا رفرم های بانکی بکنه. به نظر من بانک ها رو در درجه اول باید اجتماعی کنه، از این سیستمی رو که بانک در واقع تامین منافع مشتری سرمایه‌دار میکنه ازش خارج کنه.
بیاره در تحت کنترل اجتماعی قرار بده. نه تنها این کارو بکنه، رفرم های به اصطلاح کاری، سطح دستمزد بالا ببره، به اصطلاح سعی بکنه که از منابعی با بستن مالیات برای ثروتمندا منابع بودجه خودشو تامین بکنه که بتونه این بودجه برگرده به جامعه، دستمزدها رو سطحش ببره بالا، برای اینکه خیلی از اقتصادی وضعیتش داغونه. این کارهایی هستش که میتونه بکنه یونان به نظر من. به عنوان سوال آخر، برخی بر این باورن که سیرزا اصلا یک چیز متناقضه، یعنی تو جریانی میخواد هم با یورو باشه، هم در اتحادیه اروپا باشه، هم در دولت باشه و هم چپ سیاست باشه. چپ باشه و سیاست در واقع نئولیبرال رو نقد کنه. درسته. من چطور میشه این تناقض رو جمع کرد؟ یعنی همچنان یک جریان توده‌ای، یک جریان اجتماعی بود که منافع عمومی مردم، اکثریت مردم رو تأمین کرد و در این حال در دولتی بود که سیاست نئولیبرال اساسی ترین سیاست دیکتاتوری شده بهش است. من فکر میکنم این تناقض نه فقط در درون خود سیریزا وجود داره، در درون دولت سیریزا هم وجود داره. علتش هم اینه که ما میدونیم که اینا در یه ائتلاف کردن، ائتلافی که کردن با به اصطلاح بخش‌های راست جامعه ائتلاف کردن، فقط چپ‌ها نبودن اونجا، رأی آوردن، چپ‌ها قدرت گرفتن، ولی با حزب انل به اصطلاح ناسیونالیست‌ها، راستگراها و با بازمانده‌های حتی دولت قدیمی ایشون ابقا شدن سر جای خودشون در واقع. خب این دوگانگی باید یه جاهای خودشو نشون بده دیگه، وقتی که رأی گیری میخوان بکنن در مورد بسه ریاضت کشی که دوباره به اینا دارن تحمیل میکنن، رأی گیری میخوان بکنن، خب اونا خودشون زیادتره و به این دلیل رأی نمیاره. به باد انسان گرفتنه که در خود درون سیریزا هم خب اختلاف نظر وجود داره. حزب کمونیستی که شما ازش اسپوردی، حزب کمونیست اصلا توی ائتلاف نیومد اتفاقا و از اول همون حزب کمونیست حزب توده خودمونه در واقع و نظرگاهش دیدگاهش همه متفاوته، ولی حزب ضد سرمایه‌داری حتی اومد توی ائتلاف، پلتفرم چپ اومد توی ائتلاف، یعنی کلی از این احزاب چپ اومدن توی ائتلاف. منتها خب اونور راست هم قویه دیگه، اگر ائتلاف نمی‌کردن شاید نمیتونستن خود دولت هم تشکیل بدن. این را هم بود. شاید یه آلترناتیو دیگه این بود که دوباره رأی گیری کنن، برن به پای انتخابات دیگه که معلوم نبود چند درصد میتونستن واقعا دوباره رأی بیارن و اینا. ولی یه چیزی رو نشون داد به نظر من این مسئله. اولا فشاری که به اینا میارن که بهشون میگن شما اون پلتفرمی رو که بر اساس اون انتخاب شدید اومدید بالا، پلتفرم رو بذارید کنار. یکی این فشار بهشون میارن. دوم این که نشون داد که اون چیزی رو که دولت‌های غربی در مجموع به عنوان صندوق انتخابات در تمام جامعه بهش دارن مینازن، صحبت میکنن که فقط باید از این راه تغییرات در جامعه به وجود بیاد، خودشون زیر پا گذاشتن. به خاطر اینکه دولتی رو که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود اومده بود بالا، بهش میگن که تو بر اساس اون قولهای انتخاباتی خودت نمیدی، تو الان دیگه یه به اصطلاح کمپین انتخاباتی نداری، تو الان یه دولتی باید با این سیاست رو پیش بدی. یعنی در واقع نشون میده واقعیت اینه که صندوقا کاری برای آدم آنچنان نمیتونن بکنن. در مجبور دیکتاتوری سرمایه بسیار قوی تر از این صندوقهای رای عمل. دقیقاً به خاطر همین تغییرات اساسی از درون این صندوقها در نمیاد. این واقعیته. ممنون از تو. خواهش میکنم. و این امیدوارم باز گفتگو کنیم. بحران یونان همچنان مثل در بستر بحران عمومی جهانی سرمایه ادامه داره و امید که باز بتونیم گفتگو کنیم و جوانب مختلف این بحران رو که خصوصا برای مردم ما هم بسیار اهمیت داره، خصوصا در دوره پس از توافق وین و مسئله وام ها و سرمایه گذاری هایی که در واقع حباب ها ایجاد کرده، طبعا تجربه یونان تجربه بسیار خوبی برای ما و مردم ما هست. ممنون از حضورتون. تشکر میکنم و از بینندگان عزیز ممنونم که حوصله کردن صحبت های ما رو گوش کردن. ممنون، سپاس. خواهش میکنم. تو چه می‌دونی
Thank you.